سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودیا تیم. من امیرم و امروز اومدیم با بررسی حواشی ریاکشن کارا و این قضیه‌ای که به وجود اومده در مورد امیر تتلو و حواشیش. Let's go. اولین موضوعی که با هم دیگه داریم اینه که یه سری از ریاکشن کارا این حواشیه که به وجود اومد یه سری حرفای قدیمیشون رو یادشون رفت انگار، و حرف قدیمیشون این بود که ما به امیر تتلو دیگه ریاکشن نمی‌کنیم. گفته بودن که امیر تتلو از نظر ما تحریمه، و فکر کنم خب واژه تحریم رو زیاد مثلا خوب متوجه نشدن. تحریم مثلا چه میدونم میشه کاری که ما برای سامان ویلسون، برای سوروجی، برای یه سری از این نخاله‌های دیگه انجام دادیم، و تحریم کامله، یعنی مثلا طرف اومده واکنش نشون داده به یک خبری که ما داریم اون خبر رو پوشش میدیم، ما حتی نیومدیم اینو بذاریم جاش، یعنی مثلا حتی واکنش اون هم نشون نداده، چون تحریم کامله، یعنی اصلا به عنوان آدم حساب نمیشه توی چنل ما. به خاطر همین دارم میگم این میشه تحریم. فکر کنم کلمه تحریم رو زیاد خوب متوجه نشدید. تحریم این نمیشه که ما تحریم کنیم موزیکاشو ریاکشن نکنیم. هر وقت حواشی داغی براش به وجود اومد، یه موضوع خوبی بود که پول درآر باشه، ما ویدیوشو بسازیم سریع بدیم بیرون. اینطوری نمیشه. حالا من صحبتم خطاب خاصی نداره، صرفا دارم به کسایی میگم که این موضوع رو حالا انجام دادن و انجام خواهند داد حتی در ادامه بعد از این ویدیو من. ولی یه سری عکس داریم، از یه سری در واقع اسکرین شات داریم از ریاکشن کارهایی که اومدن از حواشی تتلو در واقع ویدیو ساختن، یه سری توضیحات دادن، نظرات خودشون رو گفتن و جانب‌های مختلفشون، که من سعی کردم ویدیوهای اون بچه‌هایی که خوب خودم بیشتر دنبال می‌کنن رو ببینم تا نظرات اونا رو هم بدونم جدا از اینها. ولی به نظرم همشون حالا چیز نیستن، مثلا ما الان مخاطبمون اینا نیستن، یعنی ما اصلا بچه‌هایی رو گذاشتیم که چه میدونم به موزیکای امیر تتلو هم ریاکشن میکنن، لابلاش کسایی هم گذاشتیم که به موزیکاش ریاکشن نمیکنن و تحریمش کرده بودن مثلا، ولی همشون در مورد تتلو اون ویدیو ها رو ساختن. برای مثال اولین تصویری که داریم تصویر چنل کوکتل تی وی که در مورد رپ حواشی، دو تا رپ حواشی ساخته تو این چند روز اخیر در مورد امیر تتلو، که یکیش حدود 3 روز پیش بوده، یکیش هم در واقع دیروز بوده. بعدی که داریم در واقع چیز بود، رادیواکتیو زون بود، که اونم باز تو جریان حالا تحریم بود، ولی خب به حالی ویدیو ساخته در مورد امیر تتلو. چنل بعدی که داریم پدرامیتوه، که خودش هم به موزیکای تتلو ریاکشن میکنه و میدونم یه ذره حالا شاید رفتارش مورد پسند تتلیتیا نباشه، ولی خب به نظر من ریاکشنش قشنگه، ریاکشن موزیکایی که ازش میبینم قشنگه. صحبت های شاهین نجفی رو در موردش یه ویدیو ساخته بود و در مورد امیر تتلو صحبت کرده بود. میگم زیاد سعی کردن زیادم حالا ویدیو نسازن. چنل بعدی که داریم چنل برونات، که قشنگ تتلو رو تحریم کرده بودن و فکر کنم 2 الی 3 تا ویدیو در مورد امیر تتلو و این حواشی که در مورد ایران اومدنش اومده بود ساختن قشنگ کامل. چنل مدبسه که تحریم نکرده بودن، موزیکاشو ریاکشن میرفتن، فکر کنم کپی رایت هم حتی دریافت کرده بودن، ولی خب بازم ویدیوهاش هم ساختن، موزیکاش هم رفتن و این دفعه حواشیش هم خب حالا دارن پوشش میدن در کنار اون قضايا. چنل بعدی که داریم مثلا چنل شهاب صادقیه، که نه خب تحریم کرده نه هیچی، موزیکاشو ریاکشن میره، حتی چنل جدا داره برای ریاکشن و امیر تتلو، که اونم حالا باز یه ماجرای جذابی داره که امیدوارم بعدا وقت بشه در موردش ویدیو بگیریم. و بازم دارم میگم ویدیوهاشو داره میسازه و هیچ مشکلی هم نداره به نظر من، حداقل این نظر شخصی من. و چنل بعدی چنل سابر ادونچر، که بازم در مورد تتلو ویدیو ساخته، ریاکشن هم قبلا میگرفته الان هم میگیره. چنل دی وی تی وی که فکر کنم هم ریاکشن میگیره هم ویدیو حواشی میسازه. چنل رپ فارس، میبینید انقدر این قضیه بولد شده، یکی از دلایلی که مثلا این ویدیو رو تولید کردیم اینه که انقدر این قضیه بولد شد و برجسته شد، همه اومدن در موردش ویدیو ساختن و کل چنل ها شده تتلو. یعنی اصلا لیست چنل ها را کنی، ویدیوهای اخیر 10 تا ویدیو 8 تاش در مورد امیر تتلو. چرا؟ چون حواشیش خوبه، چرا؟ چون ویدیو خوب میخوره. و شما ویدیوهای یه سری اشخاص رو دیدید که دنده بده به این ماجرا بودن، اون طرف دید چقدر خوب، به به 4 هفته پیش ویدیوشو ساخته الان 1 میلیون ویو بازدید داره، چرا باید اون ویدیو آیلین زواری اونقدر ویو بخوره؟ چرا مثلا شما این بها رو دادید؟ ببین من 1000 بار تو ویدیو گفتم
موری نیومد از اون درآمدی که مثلا میتونست در بیاره ویدیوهای الکی بسازه، چرت و پرت بگه در مورد هر حواشی که به وجود میاد ویدیو بسازه پول در بیاره، ولی یه سری ها این کارو کردن. موری دست دوستیو به جای بدی داده، آقا با این زوالی داده، به امیر فردین داده که دارن از دستشویی رفتن طرف ویدیو درست میکنن. خب واقعا این ظلمه دیگه، من چی بگم دیگه، چی بگم دیگه. طرف این کارو کرد، طرف اون کارو کرد، واکنش یه رپر در موردش 45 دقیقه ویدیو میسازه، 50 تا تبلیغ میذاره توش. میدونیم اینو بدم میاد، ولی خب حواشی داغه و واقعا هم حواشی پولسازیه، نمیشه گفت پولساز نیست. چنل بعدی همون چنلیه که گفتم و زیاد در موردش صحبت نمی کنم. میگم دستشویی رفتن طرف هم حتی ویدیو میسازن اینا. به انفرادی منتقل شد، پلیس ترکیه تحویل ایران داد، بازداشت سپاه هست، پشت پرده جنجالی از دلایلی که تتلو به ایران برگشت، از بازداشتگاه به بیمارستان رفت. ببین انقدر، یعنی من دارم میترکم، شما چرا ویو دادید؟ اصلا چه نیازی بود برید از همچین اشخاصی رو نگاه کنید؟ وقتی میدونستید کل محتوای ویدیوی طرف اینه که این کارو کرده، ما ندیدیم ولی این کارو کرده. ما ببین یه سری ها دارن حرف میزنن، یه سری ها این بردارن حرف میزنن. این مثلا بچه هم اومدن تو کامنت به من گفتن اینا 80% اینایی که مخالف های امیر تتلوان و حرف زدن در موردش، اینا 20%. باور کن من هر جا شمردم 50-50 بود، باور کن 50-50 بود درصدشون. اینا خوب میگفتن، اینا بد میگفتن، اینا خوب میگفتن، اینا بد میگفتن. بعد با شما با حرف مثلا میخوای قضاوت کنی، یعنی مثلا میان یه حرفی بزنم الان باور میکنی، مثلا این چرا یه حرفی زده تو باور کردی، این یه حرفی زده تو باور نکردی، یا مثلا این زده تو باور کردی، این زده تو باور نکردی. ببین اصلا درک نمیکنم، یا حرفای عجیبی میشنوم. شما با حرف مگه آدما رو قضاوت میکنی؟ مگه نباید حتما ببینی تا قضاوت کنی؟ مثلا چرا آیدین زواری باید بیاد یه ویدیویی بسازی که خودش قشنگ بگه من اینو ندیدم ولی دارم میگم نظر شخصیم؟ اینم جدیدن مد شده، میگن نظر شخصیمو دارم میگم. آره مد شد، نظر شخصی چیه بابا دیگه؟ طرف قشنگ علنا داری قضاوت میکنی دیگه. کارمای هیچ کارمایی بدتر از قضاوت نیست بچه‌ها، اینو مطمئنم بهتون میگم، هیچ کارمایی بدتر از قضاوت نیست. من اصلا طرف هیچ کسی نیستم، طرف هیچ کسی هم تا آخر این داستان نمیگیرم. با آیدین زواری اینو میگم چون این حرفو ازش شنیدم، گفت ندیدم و دارم حرف میزنم. منم ندیدم و حرف نمیزنم آقا، من ندیده باشم حرف نمیزنم، کمان که ندیدم تو این همه ویدیو هیچ حرفی نزدم. اومدم جانب داری کنم، اومدم قضاوت کنم، شما هی منو بچسبونید سمت یه طرف. تو یه ویدیو به ما میگن آفرین تو سمت موری، تو یه ویدیو به ما میگن آفرین تو سمت تتلوی. باور کنید من سمت ایشکی نیستم، نمیدونم چجوری به تو بفهم. اصلا این خیلی عجیبه. مثلا فرض کن به یکی بگی که من این نیستم، اون بگه نه تو به زور هستی. ول کنید دیگه، خیلی اذیت میکنید بچه خودی. یعنی واقعا گیر دادنتون رو درک نمیکنم، میدونی؟ چون سعی میکنید سری آدما رو توی قشی جا بدید. این قشنگ داستان رپ فارسی ما شده، میگن چرا طرف مثلا اگه با فلانی اوکیه به فلانی دیست داده. بابا خب شاید اون ذهنیت شخصی خودش چه دیگه، چرا دوست دارید ساید بندی کنید جهان اطرافتون رو، ول کنید دیگه. ولی کلا این بود از ویدیو امروز. موضوع ریاکشن کارا رو داشتیم که گفته بودن ما تحریم میکنیم، ولی خبری از تحریم نبود. تحریم میشه چنل پرشین رپ ریاکشن، که به نظر من بهترین چنل ریاکشن رپ فارسی. اینو قطعا هزار بار دیگه هم من میگم، طرف بیاد تو روی من توف اندازه، من بازم این حرفو میزنم، بهترین ریاکشن رپ فارسی، بهترین چنل ریاکشن رپ فارسی. اصلا نسبت ساب و اینا رو که بیخیال چید، ساب و اینا رو که بیخیال چید، که ماشاءالله فیک زنامون خیلی قویان، ای بابا دمشون گرم. به نظر من واقعا بهترین چنل پرشین رپ ریاکشنه. معنی واقعی تحریمو میدونن، هیچ حرفی از امیر تتلو از اون موقعی که گفتن تحریم میکنیم نزدن، هیچ حرفی از زیروتونی وانکیت نزدن، و واقعا این یعنی تحریم. آقا تحریم هم حالا بگم کلمه زیاد خوبی نیستا، این یعنی که خب ما دوست نداریم آرتیست رو دیگه هم پوشش نمیدیم، طرف دارش دنبال نکنن، تمام. طرف اومده همچی حرفی رو گفته و همچنان داره در مورد حواشی ویدیو میسازه. حالا میگی ما داریم در مورد حواشیش ویدیو میسازیم، از آثارش استفاده نمیکنیم، تو داری از اسم استفاده میکنی. حالا اسم تتلو درسته سرچ خوبی داره، اصلا تو بگو اسم ایکس، اسم علی بیغم، اونم داره، اونم تاثیر داره، تو داری از اسم استفاده میکنی. نمیدونم چی بگم، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. دمتون گرم که همراهی کردید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه، عشق دلی. حتما حتما لایک بکوبید، یوتیوب جدیدا داره لایک ها رو میپرونه. تا ویدیوی دیگه، فعلا.